موافقم. بیا. آیا شما تا کنون سخنان یوزارسیف را شنیده اید؟ نه. ایرادی در سخنان او هست؟ سراسر عیب و ایراد است. او اصلا به آمون بزرگ و دیگر خدایان مصر معتقد نیست و آنها را تحقیر و تمسخر می کند. تو از کجا دانستی؟ از سخنان او. اصلا عبایی ندارد ده. آشکارا یکتا پرستی و ایمان به خدای نادیده را تبلیغ می کند. کافیست مخفیانه لحظاتی به سخنان او گوش دهید. گوش کن نینفر کپتا، یوزارسیف از نظر من انسان شریفی است و هیچ دغدغه‌ای جز یاری دیگر را ندارد و از زمانی که به زندان زاویرا آمده هم اوضاع زندان و زندانیان بهتر شده و هم میزان شرارت‌ها و تخلفات کاهش یافته. ولی ایمان زندانیان را چه میگویید؟ من نگران ایمان آنها هستم. ایمان؟ نه، تو نگران قلدری و ریاست خود بر زندانیان هستی، نه ایمان آنها. اگر بار دیگر با یوزارسیف درگیر شوی و به او اهانت کنی به سختی مجازات خواهی شد. این بار را بخشیدم، اما نوبت بعد شلاق است. جناب کیدامه چه میخواستی بگویی؟ ها؟ از یوزارسیف بدگویی میکرد. قصد تحریک جناب کیدامه را داشت ولی جواب دندان شکنی شد. شنیدم از من نزدیکی دامن سعایت کرده ای. برای نابودی تو هر کاری میکنم. من تا کنون به تو بدی نکردم، فقط سعی کردم تو رو از عمل خلاف بازدارم. چینه ای که تو در دل میپروری روح و قلبت را تاریک و سیاه خواهد نمود. من دوستی تو را میخواهم. دوستی؟ تا زنده هستم جز دشمنی از من نخواهی دید. دعا کن فرصتی به دست نیاورم. با این همه من ناامید نیستم.
بانو زلیخا همسر عالی جناب پوتیفار قصد بازدید از زندان را دارند. جناب کیدامن بگو. بانو زلیخا همسر جناب پوتیفار قصد بازدید از زندان را دارند. ایشان را راهنمایی کنید. بانو زلیخا درود خدایان بر شما و دیگر زندانبانان. به زندان مخروبه و فراموش شده زاویلا خوش آمدید. گمان نمی کنم با وجود یوزار سیف هنوز هم به توان زاویلا را زندانی فراموش شده و مخروبه نامید. او به هر کجا که قدم می گذارد آنجا را آباد می کند. بله بانو، باید اقرار کنم این حقیقتی انکار ناپذیر است. یوزار سیف زندان ما را احیا نموده و اینک مورد احترام همه است. ولی یوزار سیف یک برده متمرد است. ما او را زندان کرده ایم که تنبیه شود و از ما اطاعت کند، نه این که در زاوی را خوش بگذراند و سروری کند. ولی بانو، زندان زندان است و زندانی همین که از آزادی محروم باشد برای او زجر کمی نیست. از آن گذشته این زندانیان در معدن سنگ مدام به کارهای طاقت فرسا وادار می شوند و این خود بزرگترین شکنجه است. ببینید جناب کیدامه، امروز بانو زلیخا به زاویرا آمدند تا به هر قیمتی که شده شکنجه و زجر یوزار سیف را از نزدیک ببینند. من نمیفهمم. مثلا چه شکنجه ای؟ شلاق. من میخواهم اون شلاق بخورد و من صدای ناله هایش رو بشنوم. اطاعت بانوی من، اطاعت. من مطیع اوامر شما هستم، نه هوادار و مدافع یوزار سیف. شما همینجا باشید، من از سایه باز میکردم. یوزار سیف، بانو زلیخا به اینجا آمده و اصرار دارد شکنجه شدن تو را ببیند و تلاش من برای منصرف کردن او بی نتیجه بود. من در اختیار شما هستم. یوزار سیف را به ستون وسط زندان ببندید. این یعنی چه؟ چرا او را می‌بندید؟ می‌خواهند مرا شلاق بزنند. کمی تحمل داشته باشید، اینان چاره ای ندارند.
نمیخواهم حرفی بشنوم. گفتم دست نگه دارید. دست نگه دارید. کافیست. کافیست. او را باز کن. مرا ببخشید. قصد زدن نداشتم، اما در حضور زلیخا چاره‌ای نبود. ممکن بود اون متوجه تصنعی بودن شکنجه شود. چاره‌ای نداشتم. مانعی نیست. یوزاسف، تا شلاق زدن تو را دید ناگهان فریاد کشید بس کنید، دست نگه دارید. نمیخواهم بشنوم. زلیخا زن عجیبی است. نه خشم و غضبش چون سنگ دلان است، نه مهر و عطوفتش چون دلادگان، نه کینه توزیش معلوم است، نه مهر ورزیش. یعنی تو را به خاطر زلیخا مجازات کرده‌اند؟